إلهي شهید مرگ نگنام دارم، زندگی جاودان دارم. ببینید شما مسئله دیگر متوجه شدید که پروردگار از عزتی که به شهید داده امین نام مرگ مناسب نمیدانه که بالای شهید گذاشته شد و کور مرده بگه. حالا که او از لحاظ احکام ظاهری مرده است، تمام احکام مرده سر از او تطبیق میشه. زنش با دیگه کس نکاح شده میتونه، مالش ترکه میشه. با وجود از این رب العالمین میگه که شما شهید مرده نگوین. یکی از لحاظ معنای حالت فیلیش که زندگی از او یک نوع زندگی داره که دیگران ندارن، و دوام تو زنده است که از یک حیات به دیگه حیات منتقل شده. یکی از امتیازات شهید عبدالله بن مبارک صاحب در کتاب الجهاد روایت میکنه. ببینید شما این صحنه عجیبه که سر انسان اثر میکنه. میگه زمانی که مجاهدین به میدان جهاد برن، صف برابر شود، صف مجاهدین و صف کافرها و مخالفین از اونا برابر شود در میدان جنگ، حور جنت از جنت به میدان جنگ میاد و بالای مقاتلین استاد میباشد در فضای معرکه. هر حور جنت امو شخص مطلوب که اون نصیب از او است او را میشناسد. پروردگار اونا را خبر کرده می باشد. حور جنت به زوجشان، به شوهرشان از رجال دنیا امو رقم منتظر با شوق انتظار میکنه، مثل که نامزاد دنیا به نامزاد خود منتظر می باشد. هر کدام از اونا نامزاد خود در صف مجاهدین میبینه که فلان است و او رو در اشعار یاد میکنه. نشیدهای جهادی دارن کوره در اون نشیدها در شعر خود مدح میکنه. اگر کدام یکی از اینا در میدان جنگ عقب نشینی کنه و از هم قطرهایش پس بمانه، حوری که در صف حور جنت استاد است، اونجا یک صفی از حور میباشه، حوری که در صف حور استاد می باشه، اونجا از خجالت روی خود از دیگر خود خود میکنه. از چی خجالتی میکنه؟ روی خود چرا حور در میان حور جنت، در میان هم گروپایش چرا روی خود پت میکنه از حیا؟ به خاطر که نامزاد دنیای از او در صف مجاهدین در کاربار جهاد از هم صفایش عقب میمونه. عبدالله ابن مبارک رضی الله عنه به مجاهدین میگه: مجاهدین پیش قدمی کنین به سوی دشمن، کوشش کنین که در صف جهاد کار را نکنین، بی غیرتی را نکنین که حور شما در میان صف حور خجالت شود، حور خود خجالت نکنه. ببینی فهمه را ما مرتبط به یک عالمی هستیم، یک عالم حماسی عشقی که حور جنت تو در میدان جنگ بالای سر تو استاد باشه و باز تو رو در اشعار خود مدح کنن. ای با رجال لف I love you با اساکر امریکایی که در اونجا با ای ثقافت هستن، اون مردم با ای صف مقابله کرده نمیدن. باز وقتی که ای مجاهد شهید میشه، حور جنت می آید، او از میدان جنگ در آغوش خود میکنه و گردهای میدان جنگ از روی از او پاک میکنه. باز میگه ترب الله مطلب. کسی را که تو رو در خاک آلوده کرده، پروردگار رو در خاک آلوده بسازه، بدعا میکنه برش. مثل که به ناز مادره که طفل خدا از زر زمین بالا میکنه که کور شدم که تو اوگار شدی، کور شوه کسی که تو رو اوگار کرده، به می محبت و حنان او رو در آغوش میگیره، برش میگه که پروردگار کسی را که تو رو خاک آلود ساخته خاک آلود بسازه، او را در آغوش خود گرفته به جنت میبرم را خود. میگه که وقت مدت را که تا قیامت این شهید در قبر میگذرانه به مو اندازه میباشه که دست به آغوش به گریبان حور میکنه و توق مرسه که در گردن از او میباشه از زینت جنت او میسکله. میگه میقه وقت سر ازی باز وقت سر جنت میشه، وقت قبر میقدر به میاندازه تا خود. دیگه از این لحاظ در میدان جنگ مجاهد نه تنها که ملائک رحمان امرایش هم صف و هم قطار است،
شمشیر را که میزنه شمشیر ملک در پهلویش است، بلکه حور جنت هم رکابش است. وقتی که انسان در همونطور میدان نساد میشه، چطور بازو از اینطور میدان او عقیم بره یا بگذره یا بترسه؟ از همین خاطر در ثقافت ما شکست فرار از دشمن گناه کبیر است. ما قوم غیور هستیم، ما قوم مهاجم هستیم، ما قوم هستیم که از دشمن در دل حراس نداریم. از امی خاطر فرار از دشمن در ما تنها به غیرتی نیست، بلکه گناه کبیره و اکبر کبایره. زندگی را، حیات دنیا را با پادشاهیش و با فتوحاتش، با غنایمش، با مالش، با دبدبه و عزتش، همش در میزان اسلام متاع غرور است، متاع بی قیمت است. او هدف زندگی نیست. هدف زندگی خلاص شدن از آتش دوزخ و رسیدن به جنت است. وقتی که هدف زندگی رسیدن به جنت شود، کمایی جنت شود، آسانترین راه به خاطر رسیدن به جنت چیست؟ شهادت. پس شهادت هدف است، شهادت مطلوب است. فكم من زلة لي في البرايا فكم من زلة لي في البرايا.